دوستان گرامی، درود بر شما. شاهزاده رضا پهلوی تایی گفتگوی روشنگرانهی با شبکه من و تو در دورنمای ایران بعد از گذار از نظام سرکوبگر ولایت فقیه بار دیگر به نقش و همکاری سه جناح چپ، راست و میانه اشاره کردند. اما در واکنش هر سه جناح در این چند روزه خردگیری هایی به عمل آمد، به خصوص از جناح چپ که با تخته همراه بود. مشکل شاید از اینجا آغاز شد که ایشان در رابطه با رهبری نیروهای مخالف تا مرحله گذار به نقل مضمون اظهار داشتند که مشروعیت چنین کاری باید از جانب مبارزان داخل کشور به ما داده شود، به ما و نه به شخص من. و برای تفهیم بیشتر توضیح دادند که وقتی برای رایزنی یا خواسته‌ای ما به دیدار یک مقام بین‌المللی می رویم، اگر بپرسند شما با نمایندگی چه کسانی اینجا حضور دارید، باید بتوانیم بگوییم از طرف جریانات فکری و سیاسی داخل کشور که امکان حضور در اینجا ندارند، از طرف زندانی‌های سیاسی یا فعالان مدنی داخل کشور. حالا به دنبال چنین صحبت‌هایی، به چنین سخنانی، موجی برا افتاده است از داخل کشور که شاهزاده، شما خودت از جانب او وکیل هر جور صلاح میدانی و میتوانی به داد ما برس. البته نگفته نماند که پیش از اینها هم، حتی پیش از خیزش جوانان در ماهای اخیر زیر لوای شعار زن زندگی آزادی، بارها شعار رضا شاه روحت شاد یا ای شاه ایران برگرد به ایران شنیده شده بود در داخل کشور. اما هشته که شما وکیل ما یا جمع‌آوری امضا برای دادن حق وکالت پیامد همین گفتگوی اخیر با شبکه من و توست. و تا اینجای کارم مشکلی در میان نیست. مشکلی که نام بردم اوایل مطلب، از اینجا به بعد بین خود ما در خارج کشور ایجاد شده به نظر من. یعنی از جایی که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هم به تبعیت از ایرانیان داخل کشور همین شعار شاهزاده شما وکیل مایی دوبار گرفته شده و دارن پتیشن امضا میکنن در این رابطه. من صد البته از دادن هر نوع وکالتی به شاهزاده رضا پهلوی، حتی تا حدی که ایشان را مثل کریم خان زند وکیل رعایا بنامند، هیچ مشکلی ندارم، مخالفتی ندارم. و به رأی همه خانم ها و آقایانی که تا کنون به ایشان حق وکالت داده اند یا خواهند داد از این به بعد، نهایت احترام قائل هستم. فقط حدس میزنم مبادا این کار مغایرت پیدا کند با همه سخنانی که خود شاهزاده در رابطه با اتحاد در همه این سالها به زبان آورده اند، و حتی مغایرت پیدا کند با مفهوم و روحیه کلی همین مصاحبه مورد بحث. نگرانی من همین است و باز حدس میزنم این کار ممکن است لطمه بزند به اتحادی که در حمایت و همصدایی با مبارزان داخل کشور میان گروه های مخالف با نظام فعلی در همه جهان فراهم آمده این روزها، اتحادی که همه فعالان و گروه های سیاسی از جمله خود شاهزاده رضا پهلوی سالها برای ایجادش کوشش کردند، زحمت کشیدند و حالا به بهای جانفشانی جوانان وطن ما، نوجوانانی که این روزها در خیابانها به مبارزه پرداختند، دارد به نتیجه میرسد. فراموش نکنیم برعکس اتحاد که با خون و دل و گذشت و جانفشانی و قربانی دادن فراهم می آید، تفرقه گاهی با یک تلنگر کوچک پیش می آید، حتی با یک اشتباه کوچک. در شرایط و زمان حساسی که تا مرحله سقوط نظام فعلی در پیش است، به نظر من جا دارد ما نگران هر حرکت تفرقه افکن باشیم. نگران این باشیم مثلا تظاهرات کارسازی مشابه تورنتو و برلین و اخیراً در استراسبورگ در چنان ابعادی و با چنان نتایجی مبادا دیگر برگزار نشود بین ما. نگران این باشیم که شعار زن زندگی آزادی که جهانی را با همدلی با ایرانیان عدالت خواه برداشته است، مبادا پیش از به ثمر رسیدن اثرات جادویی خود را
از دست بدهد. به هر حال به جای نگرانی ها بهتر است آرزو کنیم که تفرقه تلسم پیروزی ما را تا مرحله براندازی اهریمن نشکند و هنوز امیدوار باشیم به نیروی فراگیر زن، زندگی، آزادی، به نیروی آزادی بخش زن، زندگی، آزادی.